که تا میره خونه اصابات درد داغونه خدا سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم، اینجا خندمان حالتون چطوره؟ عالی. حال من؟ عالی. حال خندوانه تو خونه؟ عالی. خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که یه خندوانه دیگه داریم و باز هم دور همین میتونیم کنار هم دیگه با هم معاشرت کنیم، گپ بزنیم، بخندیم و چیزای خوب برای هم دیگه تعریف بکنیم. مهمون خوب داریم، اتفاقات جذاب داریم. صبوری کنید، بشینید و بهتون خوش میگذره ایشالله. چند وقتیه که هی با خودم کلنجار میرم که راجع به یه چیزه حرف بزنم یا نزنم، مثلا این که توی فضای مجازی این موبایلا، این تلفن‌های همراه چیز کوفتی شدن بعضیاشون، یا برای تو دست بعضیا. دیدی که هر اتفاق میفته سر در میرن، از همه چی فیلم میگیرن. این فیلم گرفتن ها بعضی وقته خیلی باحاله، چون اطلاع رسونی میکنه، ما رو در جریان یه چیزایی قرار میده. یا یک نفری مثلا فکر کنی، یه نفر توی شمال زندگی میکنه، توی یک کوهستان بسیار زیبا، یه مهی داره میاد و دورش در میره، میگه که ببین الان اینجا هم، ببین چقدر اینجا قشنگه. آره، ما کیف میکنیم از اینکه میبینیم الان در اونجای مملکتمون یه همچین تصویر زیبایی و یک همچین لحظه فوق‌العاده‌ای داره شکل میگیره و دم اون کسی که ما رو همراه خودش میکنه واقعا گرم. یا اینکه مثلا چند وقت پیش یه سری عکس و فیلم دیدیم از اینکه خانم دست فروشی ممانعت شد با اینکه اونجا نباید کار بکنه، بعد این تبدیل شد به یک درگیری و خشونت و این خیلی حال آدم بد میکنه و خب باز این خبر رسونی میکنه، یعنی باعث میشه که بعداً مسئول این ماجرا جوابگو باشه. این اتفاق خوبیه، در نهایت تبدیل به رسانه شده. ولی بعضی وقتا هست یه چیزای واقعا حال آدم رو خیلی بد میکنه. بعضی دیدین مثلا فیلم میگیره که داره بچهشو تربیت میکنه، بعد اینو میذاره که همه ببینن نحوه تربیت کودک رو، یا مثلا یه حیوانی رو داره اون رو هم تربیت میکنه. این دیگه به نظرم جنونه، یعنی بیماری خیلی 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 جدیه. ببینید، کسی که میتونه با حیوانا خشونت بکنه، کسی که میتونه با بچه‌ها خشونت بکنه، کاملا به عنوان یک قاتل میشه بهش نگاه کرد، نه از نظر اخلاقی، کاملا از نظر قانونی و جدی. یعنی این امکان رو داره، بتونه این امکان روانی رو برای خودش میتونه ایجاد کنه، بتونه یه آدمی رو بکشه. شبیه اینه که من از خودم فیلم بگیرم بگم من قاتلم، من آدم کشم، من به زودی همه رو میکشم، من به زودی یکی رو میکشم براتون فیلم میگیرم. این اینه و این خیلی چیز ترسناکیه. خواهش میکنم بیماری هاتون رو به نمایش نذارین. یا اینه که مثلا من هی تو دوربین عدسه سرفه و اینجوری بکنم، بیماریه. فیلم نگیرین از این که دارین جنون و مریضیتون رو دارین تخلیه میکنید روی موجود ضعیفتر از خودتون. اون زورش نمیرسه کاری بکنه و اصولا به فکر خودتون باشید. به نظرم کسایی که اینقدر راحت میتونن خشن باشن
نگران بشن، لاقل اطرافیانشون نگران باشن، چون یه قاتل داره در کنارشون سلام نفس میکشه. سلام، حال شما خوبی؟ شما خوبی این آقای؟ سلام، خوبی این؟ آره تماشاشی ها خوبن همه؟ بله خوبی. قربان شما. سلام. سلام قربان شما. آقای جوان دیگه من اومدم، مدیر برنامه های جدید من یه تصمیمی گرفت برای من دیگه، منو ترانسفر کردن به یه کشور خارجی توی یک برنامه از یک شبکه خارج. سکو یه دقیقه. سلام، حالت خوبه؟ قربان شما. صدای من داری میشنوی خیلی خوب؟ جان بله بله میشنوم. بله داشتی میشنوی تا پرسیدم نه. بله هست آخه خارج به خاطر اینکه سب کن، تو رفتی خارج؟ کدوم خارج؟ خارج دیگه، خارج رفتم دیگه. حالا تدارک یک برنامه تفریحو داریم میبینیم خب با همین دوستای خارجیمون که اصلا مثل برنامه شما چیز نیست، لودگیش به شدت کمتره و کیفیتش هم بیشتره. یعنی یه برنامه‌ای رو ما اینجا داریم می‌سازیم که با کیفیت، هر تیم حرفه‌ای، یعنی آماتور نیست مثل اونجا. اگه سوالی دارین در خدمتتونم. خیر، خب حالا گذشتی رفتی، ان شاءالله سلامت باشی، هر کاری دلت می‌خواد بکن. نه جناب جواد. ولی بله. نه میگم چرا به ما متلک میندازی؟ نه متلک نمیندازم من. کی میگه ما حرفه‌ای نیستیم؟ چون خارجو اگه بیایم ببینیم. نه سب کن این لحظه، این همه آدم اینجا دارن کار میکنن، تو چجوری به خود جرات میدی به همه اینو بگی آماتور؟ های های دوستمه فیلیپس فیلیپس مای فرند دیدی این فیلیپس اولش گفتی مای وایف؟ نه مای وایف که میشه همسرم. خب فیلیپس مرده. بله دیدم، یه شیرینیه فیلیپس اسمش، دوستمه. خیلی خوب، حرفه‌ای یا موفق باشید. قربان شما. جناب جوان، یه آخه مزایایی که به ما میدادن اینجا فرق میکرد. یعنی من نمیخواستم، میخواستم که متعهدم باشم به شما، چون اینجا خونه درجه یک دارم به من میدن، حقوق و مزایای بی‌نهایت و بی‌نظیری دارم به من میدن، یعنی تا آخر عمر تامینم دیگه. به همین خاطر گفتم ترجیح داده شد که اونجا برم سکنا و کارم بکنم، حرفه‌ای هم هستم. الو الو الو. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. چرا جواب نمیدین؟ انگار خوشحال نشدین. ولی ولی شما اینجا قرارداد داشتی، متعهد بودی بعد اینجا کار می‌کردی. من متعلقم به این. چه متعهدی که پاشدی رفتی بدون اینکه خبر بدی؟ من متعلقم به تمام مردم ایران. نه اصلا اینجوری نشون هم دارم. فعلا اینجا مشغول به کار شدم، حالا باید شرایط به خصوصی پیش بیاد که من بتونم برگردم. فعلا من اینجا ترجیح میدم. قربان شما، زنده باشید. الو بس... خیلی خوب، خدافظ بابا. خدافظ. چه بساطیه فیلیپس کو؟ فیلیپس شاه حسینی؟ یعنی چی گذاش رفت؟ همینقدر ساده به همین راحتی هیچ کس هم نیست جواب بده. این گذاش رفت؟ از من بهتری که نباشه اصلا. آره راست میگی بابا، اصلا بی خود از اول نگرش داشتم. کارتتون بگیر لطفا، فکر مال خواهیتون دردی. 68 مهدی بخشی هستم. آقای مهدی بخشی حالتون چطوره؟ بستی. بلند میشین بیستین لطفا. از یک تا چهارده. 8 8 آقای بخشی کتاب میخونین؟ اینترنتی. حتما بگیرید و لطفا مطالعه کنید، کیف کنید. متشکرم. به دوستاتون هم هدیه بدید. خیلی متشکرم. آقای بخشی لطفا. 111 عرفان حنیفی. آقای عرفان حنیفی. حنیفی بله. آقای عرفان حنیفی لطفا از 1 تا 14 به غیر از 8 امیدوارم چیز خوبی مناسبت گیرت بیاد. بریم ببینیم. 12 12 موافقین؟ بله. باحاله. 109 یدالله خدادادی هستم. آقای خدادادی حالتون چطوره؟ متشکرم. خیلی هم عالی. اجازه دارم ماچتون کنم؟ اختیار با خودتونه. راست میگی؟ جاشم با خودمه؟ جاشم با خودم. بفرمایید. شماره 13 رو انتخاب میکنم. بله. موسیقی
پشت چشم برای من نازک نکن. یه کار فر راز میگه میگه کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد هستم. تئاتر تماشا کردن برای چیز دم دستیه. حالا مهمونم خندوانه تشریف برین تئاتر ببینیم. مخلص چاکرم. من حواسم نبود که سال نوی میلادی رو به مسیحیای عزیز هموطنم و همه مردم دنیا، مسیحیای دنیا تبریک بگم و ایشالله سال بسیار عالی برای همه جهان باشه در این سال میلادی. ستاره 780 مربع یه کار خیلی باحال کرده و به مناسبت شروع سال میلادی در این برنامه قرارمون اینه که این کار بکنیم. به 2017 نفر اول که دیگه سال 2017 است. چقدر تونتون میگذره همه چی، نه؟ واقعا عجیبه. 2017 نفر اول که شارژ بخرن از این سامانه به همشون 100% شارژ رایگان میده. به 2017 نفر دوم 90% شارژ رایگان میده. 2017 نفر سوم 80%. همینجوری تا 2017 نفر دهم هر کدوم 10% شارژ رایگان میده. پس از این موقعیت استفاده بکنین، درجا الان برای خودتون شارژ بخرین، ببینین که 2017 چندمی هستین، که امیدوارم از این جایزه لذت ببرید، کیف کنید و خوشحال باشید. چون جناب جوان صدای من دارین؟ چرا اینقدر شما هستی همش؟ سلام جناب جوان. سلام عزیزم. خوبی؟ من گفتم توضیحاتی رو متذکر بشم. چیه؟ از امکانات اینجا. آقای جوان چیزی که عجیبه اینجا تمام پشت بوم خونه ها استخر روش. منو هر روز با لیموزین سر کار میبرن. بعد منوی غذا رو که اصلا نگم براتون، 100 و فکر میکنم 80 و مثلا 3 مدل غذا توش هست. بعد برای دسر مثلا فکر میکنم حدود 37-8 مدل دسر. سر کارتون؟ بله سر کار. با لیموزین هم میان دنبال اون میبرنمون و اینا. بعد اون فیلیپس همچنان داره حرف میزنه؟ بهتون توضیح میدم. چرا همشون پشت تلفن حرف میزنه؟ ایشون کار نداره؟ فیلیپس داره، فیلیپسه. بعد حدود مثلا فکر میکنم حدود 33-34 مدل دسر هست. 18-19 مدل چایی دارن جناب جوان اینا. اصلا چیز فوق‌العاده ای واقعا اینجا. خیلی بهمون خوش میگذره. خب خدا رو شکر. حالا اینو به ما چه ربطی داره؟ آها از حقوق و مزایام بگم که جناب جوان ما تقریبا ماهی فکر میگم بوده من به شخصه که چون تازه وارد هستم ماهی 1,000,000 دلار یورو یا دلار چون اینا شبیه هم ماهی 1,000,000 یورو بله درآمدم هست ماهیانه. ماهی 1,000,000 یورو بله. دلار 4 میلیارد تومان میشه؟ بله. فیلیپس. آی. فیلیپس هم همین مثل من دیگه. رابطه خوبی هم دارین با هم. بله فیلیپس ولی 60,000,000 یورو مسکه. دستمزدش هست بیشتر از منه چون من تازه واردم. خب فیلیپس بیشتر از من درآمدش هست. دیدین که به من نشون داد گفتش که آره و حالا از این جناب جوان. بله. الو. بله. صدای منو داری؟ بله. خب بعد من راجع به برنامه‌ای که دارن اینجا تدارک می‌بینن جناب جوان خیلی جالبه که یه اینجا اولا که ما خیلی زیادم کار نمی‌کنم، یعنی بابت پولی که من می‌گیرم اصلا خیلی کار نمی‌کنم چون همه چی مهندسی شده است و ربات‌ها انجام میدن کارو. خیلی جالبه. پس شما چی کارین؟ ما کارمون کوتاه دیگه، بیشتر ربات میاد جای ما. توی برنامه‌ای که دارن می‌سازن یه رامبد جوانم دارن، یعنی شبیه شما گذاشتن، خوشتیپ‌تر، لاغرتره و شیرین‌تره. اصلا میاد توی برنامه، شروع برنامه رو که آغاز یعنی برنامه رو آغاز میکنه ریزه میرن از قد برنامه دستش، خیلی شیرینه. و اینکه یه نیما کم داشتن دیگه، نیما کم داشتن و دیدن کنه بعد از خارج بیارن دیگه. جناب جان قدر بنده رو ندونستید شما، یعنی من تو تنهایی خودم یه وقتایی فکر میکنم قدر من ندونستین. من مجبور شدم کوچ کنم به خارج از کشور. و اینکه اون کی بود جانم؟ چی شد؟ اون شاه حسینی بود. قدر من دونسته نشده واقعا. اون شاه حسینی بود اونجا رد شد؟ در حق من اچاف شد. نمیدونم آقا، خارجی اینجا میرن و میان دیگه. نه به نظرم خارجی نبود، شاه حسینی خودمون بود. توپل شیرین که فیلیپسه. نه اون هیچی. که 60,000,000 میگیره من 1,000,000. اون هیچی. کدوم پس؟ یه شاه حسینی رد شد. من نمیدونم دیگه. جناب جوان خلاصه قدر من ندونستی، من ناراحت شدم و رفتم و یه جوری به نظر من در حق من اچاف شد. حالا ابن نره اینجا دارم کار میکنم، زندگی میکنم با شرایط ویژه و خوب. و دیدین که حقوق من چقدر بود.
و اینکه با اجازهتون من دیگه باید برم سر ضبط برنامه، چون اینجا برنامه ریزی ها مثلا زمان بندی ها از مثلا 2 سال 3 سال قبل مشخص شده. همین خواستم بگم، همین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا. بله خانم. بله چشم. آقای شاه حسینی میکروفون تقدیم خانم. میکروفون تقدیم خانم. خانم فقط یه لحظه عرض می‌خوام. شما تو چیشی رو عرض می‌خواید؟ آقا یه لحظه اجازه بدید. سرکار خانم من رامبد جوانم. یه لحظه. ای بابا برو حالا من بعدا. والا هی باید صدا کوچیکی در بیاد آدم حرفش شنیده بشه. بفرمایید در خدمتتونم. بله خانم جانم. جانت بی بلا. ببخشید اسمتون چیشیه شما؟ رامبد جوان. خوبی شما؟ بله. آقای جوان؟ بله. خانم مگه شما نیومدید خندوانه؟ اینجا خندوانه است. آها، خندوانه؟ بله. ما میگم ببخشیدون. ما فکر کردم آمدون برنامه دوره هم میگم. بله نسبت چوک پرتا چیشیه شما؟ آقا، ما عمرمون تلف شد توی استودیوی شما. چرا خانم؟ اولم که گرمه. حالا این مردم بدبخت صداشون در نمیان. اما گرمه، گرمی؟ اما صدای اینم گرمه. این اولندش. شما صدای تماشاچی تو استودیو این؟ بله، مشکلیه؟ نه بفرمایید جانم. دوی من او جایزه ها که میگی نمیدونم هتا هزار رو نمیم شکو. خب کو؟ کو چیکار کردین که جایزه بگیرین؟ نه خب اینایی که میکنن الان ما هیچی از ما دست من پام کوتاه‌تر هیچ کاری نکردم. اونایی که کردن جایزه هاشون کو؟ پیش تو پرت و پلامی که قربونه خانوم همه گرفتن جایزه هاشونو. همیشه جوان نیستی، یه رو پیر میشی. خب باشه همه جا عاقبتت بخیر نیست. این کارا ایده چیشه؟ این سبک بازیه جلف بازیه چیشه؟ خب همین کارا میکنی. یه دونه خومتون این میمایه بود، اونم فلنگا بسته در ما خانش اونجا خرد میشه میدونن. ندیدی هرچی منگوله بود بهش آویزان بود. اون منگولا نشان دهنده اینه که قدرشو خوشی، میدونن. خوشی خوشی منگوله میشه. اجازه میدید ادامه بدم؟ نه. بله. این در خروجی کجای مود یه پیت آمدم دیگه نمیتونم این عراجیف شما تحمل کنم. خانم مؤدب باشید. عراجیف چی؟ اگه آقای مدیری میام و بشینم. اگه چی؟ آقای مدیری. آقای مدیری اینجا نیستن. آقای مدیری یه برنامه دیگه ان دور همی در یک جای دیگه. خب ما اشتباه کردیم. خب اشتباه کردیم. میخوایم آدرس بهتون بدم تشریف ببرید اونجا. حالا یه سر دیگه تحمل میکنم. متشکرم. ببخشید. بله. اینو چطور کنم؟ اون بذاریم بغل دستتو. دستی شما درد نکنه. خواهش. ببرمش بعد؟ نه خانوم این مال اینجاست. آها خب. بله. عرض کنم خدمت چیم نداره، یعنی ما همینجوری بدم. نه خب این برو برشون میگم خشخش سینی صدای شما از آها متوجه اینا هستین. آها بله حلیمه. بذارین همینجوری کنارتون چی نمیشه. بله. عرض کنم خدمتتون که پس این 2017 تا 2017 تا همینجوری ادامه بدید و جایزه بگیرید. این بچه یکی به من بگه که آقای شاه حسینی شما الان تو فضای باز بودی؟ نه این پشت بودی. این پشت بودی؟ شما از این فضای بازی رد نشدی؟ امروز؟ الان؟ چرا رد شدم یه بار؟ کی؟ 5 دقیقه پیش. 5 دقیقه پیش شما از اونجا که رد شدی یه کسی شبیه نیما ندیدی؟ نیما نه. ببخشید آقای جوان، ما دیدم نیما میگی؟ بله ما دیدم اونجا. خانم اونو منم دیدم. من دارم اجازه میدی من با همکارم صحبت بکنم؟ نه ده. خب ما مهمونتونیم، تو میخوای با همکارت صحبت کنی؟ ما رفتیم سیر دلت دلش با همکارت صحبت کن. بعد خانم صحبت ها میکنی اینو میذاری چند وقتی هم میاره پیش نیما؟ خب الان ما خدا وکیلی مو جای مادر شما، شما لحن بدی اینا صدا میکنی. شاه حسینی ما به تو میگم میکروفون بیار. خودت چرا نمیری میکروفون بیاری؟ این شاه حسینی بدبخت پاش تاول میزنه. خانم حالا خوبه اینجا باز کوچیک شده. سری قبل 2 کیلومتر این بدبخت باید هر دفعه تو صدا میکردی میدوید میرم. خانم هر کسی وظیفه ای داره، ایشون وظیفه شون اینه بدوه. خب این وظیفه همین میشه که میدوه، همینجور که دویده یه ها میبینه مرز رد کرد رفت پیش نیما. خب اونم داشت میدوه این بدبخت. والا آقای خانم توجه کنید، آقای شاه حسینی ای جون دست خشنگه افری چلا خوش آمد.
من قدر شما رو میدونم. من قدر ایشون رو میدونم که 7 ساله داره با من کار میکنه. ما چی بگو؟ بله. ما تو هیچ کدوم از کارهای آقای مدیری ندیدم کسی رو مچ کنه. خیلی خوشم آمد. باریکلا. باریکلا به شما. بفرمایید. خدا به همراه. خب، یه 1-2-3 بگید بریم بیاییم. باش. کجا بگو؟ هر جا دوست دارین بگید. 1. خانم اونجا چرا؟ خودت گفتی هر جا. به جمع، به جمع. دو سه بریم بریم بیا یک پرتاب توپ بسکتبال به طرف حلقه بسکتبال. ولی باید ببینیم کی میتونه که این توپ رو به دست بگیره و پرت کنه. یک پرتاب 100 میلیون تومانی. وای شماره 59. سلام. از حس و حال در این لحظه برامون بگو. من و همسرم حدس می‌زدیم که یکی از ما دوتا. نه بابا. آره؟ فکر کنم همه این حدس رو می‌زدن. نه ولی آخه یه دلیل داشت، گفتیم که اگر این توپو انداختیم تو سبد و این 100 میلیون برنده شدیم، خزینه‌اش رو به کودکان سرطانی بیمارستان دکتر شیخ مشهد اونجا اهدا کنیم. همش رو؟ همش رو. اسمت رو بگو. احسان نوراوران. و همسرتون؟ دکتر سیمین ترابیان. هم دکتر متشکرم. میخوای کتت در بیاری؟ دست اینجا جلوتر اینجا وقتی با هم دیگه میخندیم آرزومون همینه با یه دنیا بخندیم دستامونو با کنیم بی هم دیگه نخندیم کمربندارو ببندیم و با هم بخندیم اخمامونو میذاریم پشت دیوار سنگی
خودمونو میندازیم تو دنیای قشنگی، خنده جایزه میگیره تیمه یه رنگی، با جایزمون بسازیم یه دنیای رنگی. دالی 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 خوبه وقتی با هم دیگه میخندیم میخندیم، آرزومون همینه با یه دنیا بخندیم میخندیم، دستامونو با کنیم بی هم دیگه نخندیم نخندیم، کمربندارا ببندیم و با هم بخندیم میخندیم، وقت خندمون کمه ولی ما بی حواسیم، زندگی خیلی کوتاه بازم بی حواسیم، بند کفش تو ببن که بازی رو نبازیم، دیگه با خنده هامون چیزی رو نمی بازیم. خوبه وقتی با هم دیگه میخندیم میخندیم، آرزومون همینه با یه دنیا بخندیم میخندیم، دستامونو با کنیم بی هم دیگه نخندیم نخندیم، کمربندا رو ببندیم و با هم بخندیم میخندیم، اگه بخوایم اسب زندگی رو سواریم، از حالا به بعد دیگه هیچ قصه ای نداریم، فقط عاشق رفیقا و با حالا با همه شماییم، زندگیمونو پای موجودای با معرفت میذاریم. همه بگین آه بای آی حبیب بدیری بای، از کتکول افتادیم آی، ولی خیلی حال داد. یک دو سه ای یا سرم پنگ کردین خوش شده. بله. شغل شما چیه؟ شغلم دانشجو. فیلم برداری مثلا جشن ها و مراسم بله. خانوما رو شما میگیرید؟ بله. شغل شریف همسرداری، یکم خیاطی، آشپزی، یک کوچولو قلاب بافی. دانشجو و حسابدار. چقدر لباس داری؟ کار زیاد میکنم. کاری که توش ادعا داری چیه؟ آه من ورزشکارم، پارکور. میخوای یه پشتک بزن. بزن. اشکال نداره؟ نه. میتونم با این؟ بله. ببخشید ببخشید. خیاط. خیاط خیلی دوست دارم. بچگی داشتم خیاط بشم ولی پول توش نبود دیگه، به خیال شد. ما حاضریم قبول کنیم. نه خیالتون راحت. برو. آماده ای؟ برو. یک دو. یا خدا. یه مسابقه که شما قشنگ توش ادعا دارین.
خب مثلا ژله درست کردم. مسابقه ژله درست کردم. کاملا متبحر و بلد و اینا دیگه. بله فکر میکنم. یعنی رو دست شما نداریم؟ بله. رو دست شما نداریم؟ بله. در ایران یا خاورمیانه یا چی؟ کلا در خاورمیانه فکر میکنم. خب چرا الان ول نمیکنی بری خیاط؟ اینقدر فعلا پولش بهتره. آها پول صنایع، پول حسابداری. حسابداری. خیلی ژله درست کردن ادام زیاده. اوه ژله های شما بی نظیره. عالی. چند وقت پارکور کار میکنی؟ دیگه خیلی وقته، خیلی وقت گذاشتم که مهندس شدیم دیگه، الان چی کپی کنم. توانایی دیگه ای هم دارین؟ کلن ادعا تو چی دارین؟ هنر عکاسی، برنامه نویسی، یکم آشپزی. خوردن چی گفتن؟ گفتن بی نظیر بود. هیچ وقت فکر نکردی بری تو کتاب گینس مثلا؟ با همین کارا؟ فکر نکردم ولی دوست دارم که یه کاری کنم که اسمم بره تو. مشهور شین و دیگه همه امضا و. بله. یعنی به این فکر کرده بودی؟ بله. و این کارو کردین؟ دوست دارم این کارو انجام بدم. کدومشو؟ دو رو. اول نباشم با دوستم دومی. یعنی چی با دوستم؟ یعنی تیمیم، دو نفری کار میکنیم. آها. اول نباشیم دوم هستیم. به شرطی که دوسته باشه. آره دیگه. همه جا با هم نه نه با هم اومدیم. امیرحسین. سالمی؟ تا کجا ادامه بدیم؟ تا زمانی که بتونم روی یه سرکوبه ایستم. 10 متر در 4 متر. به چه عمقی؟ عمق 1.5 متر. اوه. آره. یه استخر. آره. استخر بچگونه رو مثلا. استخر ژله. آرزو کردی که ای بابا اسم منم تو تاریخ بمونه، کاش یه کاری بکنه. آره؟ آره. می‌خواستم نماینده مجلس شم که بمونه. آره که بمونه. چی میشه آدم بره تو کتاب گینس؟ خب معروف میشه، برای خودش خوبه، برای اطرافیاش افتخاره و در آینده اسمش همیشه هست دیگه. الان بین خیاطی و نمایندگی مجلس ترجیح کدومه؟ دلی نماینده مجلس نیست، خیاطی. میشه؟ فکر نکردم. میشه؟ میشه. سر رکورد پشتک بزنم. یه دقیقه‌شو میتونم بشکنم. تا 2 دقیقه یعنی؟ تا 2 دقیقه میتونم. امیدوارم. 30 ثانیه‌ای میشه دوید اونجا رو؟ نه ولی اونو میشه شکون، میدونی؟ اون راحته، مثلا یه جای دیگه میزنن یه کچهواره 2 متر بزرگتر از اون میدوزن. آها. ولی اون مثلا یه 50 سال کار میبره خود کرده رو بشکونی. آف. کسی سمتش نمیره. سعیم میکنم. پس میشه. حالا انگیزه پیدا کردی؟ آره شاید بتونم. ببین آره. اگه همینجوری الکی گفتی ما حاضریم قبول آره. کنیم. طوریت نشه. خیال سرعت. برو برو. 1 2 در ادامه حرفی که اول برنامه امشب شروع کردم به گفتن و زدن، این که به هر حال این دوربین های موبایل که فیلم میگیرن از وقایع، عکس میگیرن از اتفاقات و بعد در فضای مجازی منتشر میکنن و همه ای ما در جریان خیلی چیزا قرار میگیریم، یک بخشش که گفتم خوبه این که ما شاهد این شدیم که آدم هایی هستن که از بیجایی، متاسفانه کارتون خوابایی هستن که از بیجایی و سرمای زیاد پناه بردن به گورهایی که آماده شده برای به آغوش کشیدن کسی که فوت کرده و اونجا محل زندگیشون شده. خواهش میکنم از همه مسئولای مملکتمون، خواهش میکنم مراقب باشیم، خود ما مردم و مسئولان مراقب باشیم از همدیگه. خیلی 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 غم انگیزه که ما در سال 2017-1395 که بشر داره کارهای خیلی بزرگی در کره زمین و بیرون از کره زمین انجام میده، ما هنوز کسایی رو داریم در مملکتمون با این ادعا که ما خیلی آدمای مهمی هستیم و کشور مهم و پهناور و ثروتمندی هستیم، توی گور میخوابن برای اینکه بتونن یه شب رو صبح بکنن و سرما تلف نشن. خواهش میکنم مراقب هم دیگه باشیم. ای بابا جانم. بله من گفتم بیام بین صحبتاتون بگم که گوشزد کنم که گفتم میدونیم که به من نیاز داری، درسته؟ چطور؟ به من نیاز داری؟ خب برای من شرایط به خصوصی دارم دیگه، نمیتونم. چیه شرایطت؟ بله؟ شرایطت چیه؟ شرایط هم اینه که خب میدونم که کمدی برنامه زر اومده پایین، یعنی با مزگی ها کم شده و نبوده من و اینکه من باید این قابل حل شدن، البته دست من نیست، بخشی شما باید با
مدیر برنامه‌های من صحبت کنیم و مدیر اجرایی همین پروژه که ما داریم کار می‌کنیم رضایت‌نامه منو بگیره، بعد دیگه من از اون موقع بعد بازیکن آزاد میشم. چی بعد بگیم اون وقت بهشون؟ رضایت رو بگیریم، جریمه منو پرداخت می‌کنین، یه پولیه که نمیدونم، خود اونا میدونن، پرداخت می‌کنید و من بازیکن آزاد میشم دیگه. میتونید چقدر هست این جریمه؟ بله چقدر هست این جریمه؟ نمیدونم، حدود مثلا 3-4 میلیون یورو، همش به یورو و میلیون دیگه. الو. بله چیکار کنیم پس؟ خیلی نیازی نداریم بهت. چرا نیاز چی؟ نیاز نداریم. نه بابا والا شما داشت یوری برخورد میکنین که من فهم میکنم نیاز داره. حالا در صورت اینکه کمدی برنامه اومده پایین بعد از اینکه من نبودم، من فهم میکنم مردم دیگه اونقدر شاداب نیستن. خیلی عالیه، آفرین به تو که اینقدر دلسوزی. آقای دانیال به فکر برنامه هم. بله من صدا کرد. نه یه لحظه اجازه بدی، من با دانیال کار دارم. من خواهش میکنم. خلاصه اینجوری، یه شرط به خصوصیه، مثل که اولش میان یه برگه ایو میدن به شما آقای شاوسینی که اونو بعد امضا بکنید، بعد مراحل اداریش طی میشه. یه قدم برو جلوتر. بعد مراحل جلو اداریش جلو، نه برعکس 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 جلو بعد میرفتی مراحل اداریش. آقایش همونجا واستا، همونجا واستا، برگرد به سمت چپت. آقای شاوسینی شما این دیگه نه؟ بله بله شما این آقای شاوسینی. جناب جوان چی فرمودین؟ خیلی ممنونم آقای شاوسینی. نیما جان یه لحظه تو همون خارج بمون صحبت بکن. خواهش میکنم. صحبتتو بکن. بله بله ما راجب این قضایی میگم یه رضایت نامه است، یعنی اول. الو جناب جوان صدای منو دارید؟ از خارج صدای منو دارید؟ چرا خارج اینجوریه پس؟ الو رضایت‌نامه رو بعد امضا کنید، حالا پول با اونا به توافق میرسید، بعد دیگه رضایت‌نامه منو میدن، من میام تو خندمان دوباره مشغول میشم تا بتونم کمدی و همراه فیلیپس نو دوباره بتونم همراهی کنم و بیام کمدی برنامه رو بگیرم دست دیگه، چون ریتممون افتاده بود. اومدین خارج؟ خب من خارجم، خیلی سریع اومدم. بهتر نیست خارج؟ بیا پایین. بهتر خارج بهتر نیست؟ خارج بهتر نیست اینجا، الان همینجا با هم برنامه رو میسازیم و میبریم جلو. این کارا چیه میکنی؟ داری اخاذی میکنی از من؟ اخاذی نمیکنم من. داری یورو و اینا از من میگیری؟ ندادین هیچی که. قراره من حالا که اومدی خارج ولش کن، همینجا مشغول به کار میشیم. شبکه مدیریتش با من دوست. کارا چیه؟ مدیریت شبکه با من دوسته. کنم کارو. همین کاری که داری میکنی. واسه ببینم. بریم بیایم. یک دو سه اجازه بدین میخوام مهمونمون رو دعوت بکنم. مهمونمون بسیار با معرفت و رفیق ولی پوریای ولی نیست، فوتبالیست ولی فرهاد مجیدی نیست، جزو تیم ملی 1998 فرانسه است، بوده یعنی اون موقع، و خوانندگی هم کرده ولی مجید اخشابی نیست. بسیار خوشمزه و دوست داشتنی و بانمکه و در اصل باید بگم خیلی تنازه ولی تناز طباطبایی نیست. باز کنین این دروازه رو. دعوت میکنم از جناب آقای مهرداد میناور.
بفرمایید بالا. ما تو طبقه بالا چند تا رفیق هم یه دستم برمت کنید بفرمی حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، خیلی چکری، خدا رو هزار مرتبه شکر. خدا رو شکر. سلام و عرض ادب خدمت حضار، بینندگان شبکه نسیم، خیلی خوشحالم که اینجام آقای جوانمند، جدا میگم اینو، حتی سه چهار بارم یه کاری کردم که بیام اینجا ولی نشد، ولی خدا رو شکر خودتون دعوت کردین، اگه نمیکردین حتما این کارو میکردم. یا خدا حدث. معلومه که ما دعوت میکنیم، چرا نباید بکنیم؟ حدث. شما قدمتون سرچش به ما دارین میذارین. ارادت. چطورین؟ خدا رو هزار مرتبه تعریف کنیم ببینیم چه خبر، چه کارا میکنین؟ خبر جوجوری. که من الان مربی هستم، حالا کلاسای مربیگری دیدم، در خدمت تیم خونه به خونه بودم، الان دو سه روز این ارتباط قطع شده، چون بالاخره خاصیت مربی ها اینه که یه روز اینجا هستی یه روز اونجا هستی، دو تا کلاس مربیگری دیگه دارم، فعلا استراحت میکنم و کلاس ها رو میبینم تا ایشالا ببینیم چه پیشنهادی ممکنه به وجود بیاد و انتخاب بشه که من توی یه تیم دیگه فعالیت بکنم. مربیگری کار لذت بخشی. تو که تجربه بازی داری، وقتی داری مربیگری میکنی هرس نمیخوری از بازیکنها؟ خب هرس که میخوری، ولی من یه اعتقادی دارم که شاید حالا هر کسی اینو قبول نکنه، اصلا فوتبال بازیگری با مربیگری دوتا شغل مختلفه، فقط به هم ربط دارن. یعنی که شما وقتی که بازی میکنی اصلا یه دنیای دیگه ای داری، تو عالم مربیگری یه دنیای دیگه ای داری، و اینی که کار خیلی مشکله. من همیشه وقتی که بازی میکردم یه مربی داشتم بهم میگفتش که مربی نشدی بدونی، مثل اونی که میگن پدر نشدی نمیدونی، و واقعا موقعی که میای کنار زمین میشینی، چون خودت نمیتونی یه کاری انجام بدی و انتظارت هم بالاست از بازیکنات، اینه که واقعا سختی خودشو داره، خیلی زود پیر میشی، یعنی اینجوری بهتون بگم. نه بابا، اتفاقاتی هم که تو فوتبال ما اخیرا حالا میفته، خب اینم یه جوری خیلی کمک میکنه تا این اتفاقاتی که اخیرا تو فوتبالمون میفته چیه؟ اخیرا نیست، یعنی اصلا فوتبال همیشه است. باز من یه اعتقاد دارم اینم که هیچ وقت فوتبال رو نمیتونی پاک کنی، یعنی فوتبال همیشه نه پاک، یعنی تمیزش کنی. آره آره آره. ولی میتونی درصدش رو پایین بیاری. یعنی اینه که ما میتونیم کمک بکنیم، فدراسیون، حالا کمیته اخلاق، یه سری کسایی که وظیفه دارن میتونن این درصد رو خیلی کم بکنن، ولی همچنان وجود داره و این نوسانه من فکر میکنم تو سالهای اخیر اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم و شعار ندیم، اینه که واقعا فوتبال یه اتفاقات عجیب غریبی پشت پردهش میفته که اصلا خوشایند نیست، و اگه هم بگی یه جور متهمت میکنن، اگه هم نگی که این میشی که الان داریم میبینیم. میفهمم، یعنی همینجور ادامه پیدا میکنم. بله ادامه پیدا. عرض کنم خدمتتون که شما بچگیتون شیطون بودین؟ خیلی زیاد، خیلی من آتیش میسوزوندین؟ خیلی زیاد. وای خدا. من توی مثلا یه خانم خورد سندویچ، وقت یادم نمیره سوم دبستان، هی مادر منو میخواستم، من صورتم انقدر دعوا کرده بودم تو محل، همه چنگ بود، حالا الان بیشتر آوردم اینا معلوم نیست، فکر میکردن که من، ما تو خونمون مثلا 4-5 گربه داریم، مثلا این گربه هر روز بغل منن اینا چنگ. نه بابا واقعا خیلی شیطون بودم و عجیب و غریب فوتبالی بودم، یعنی از همون بچگی تو کوچه اصلا عجیب، یعنی من علاقه به فوتبال واقعا عجیب غریب بود، و تو کوچه آره تو محل همیشه دوتا آجر و حالا به این منبال نبود توپ پلاستیکی و اینجوری بود، و این یه چیزم یادمه که یه خاطره ای که من تو دبیرستان بودم پرسپولیس بازی داشت، من واقعا پرسپولیسی از اول پرسپولیسی بودی؟ خیلی، یعنی من هر اون چی که دارم الان، هر اون چی که اتفاق افتاده تو زندگی من، اگه مردم منو میشناسن، اگه دنیا رو رفتم دیدم، اگه پیرهن مقدس تیم ملیمو پوشیدم، من وفادارم به باشگاه پرسپولیس، اصلا هم دوست ندارم که الان که این چیزایی که دارم میگم مثلا فردا بیام رو نیمکت پرسپولیس بشینم، نه واقعا پرسپولیس رو دوست دارم، چون هر اون چی که دارم مدیون این تیم هستم و خدا رو شاکرم از این بابت. پرسپولیس بازی داشت و من دست نگار کیا پرسپولیسیا، ماشاءالله تعدادتون هم کم نیست، به افتخار استقلالی دست بزنید. حالا کیا استقلالیان؟ به افتخار پرسپولیس دست بزنید. بله می‌فرمودید. این شکلی بود که پرسپولیس بازی داشت، اون موقع هم خزیر نور نبود و من شیفت بعد از ظهر دبیرستان بودم، دبیرستان شهید اندرزگو، و من از یه طبقه و نیم، کار خیلی قشنگی نبوده ولی خب چون مال جوونیام و مال آل سن کم بودم، از یه طبقه و نیم یه ماسه‌ای گذاشته بودن که مدرسه رو یه کلاس پایین داشتن تعمیر می‌کردن، از اون بالا خودم انداختم پایین،
و تا مدت ها نمیتونستم بشینم و من رفتم استودیوم. بعد من عاشقانه علی پروین رو دوست داشتم، عاشقانه، یعنی به نظر من سلطان بلا منازع فوتبال ایران، هم شخصیتی هم بیرون فوتبالش. و من رفتم استودیوم که بازی پرسپولیس نگاه کنم و این همیشه تو خاطرم هست که اون روزا کار اشتباهی کردم، ولی اون یکی از خاطرات قشنگ منه که رفتم. بعدش هم پول پرچم نداشتم، پول بدم که پرچم بخرم. و از این بغل دستی هم میگفتم میدی یه ذره مثلا اینو به تکون بدم، اینو تکون میدادم، هی دوباره میزدم دادم راستش دیگه آخریا دیگه بهم نمیداد واقعا که پرچم رو تکون بدم. بله. و بگو که خانواده مخالف بودن یا موافق؟ بله، من مادرم کاملا مخالف بود و خیلی دوست داشت که من بالا درس بخونم. خیلی هم شاگرد خوبی نبودم، یعنی واقعا باهوش بودم ولی اصلا دل به درس اینا نمیدادم. تا اینکه یه روزی تیم ملی جوانان انتخاب شدم، بعد نشسته بودیم و مادر من نمیدونست که اصلا من فوتبال میرم، چون من میرفتم یه دونه تو حیات خونمون یه دونه جا بود، مثل از بالا لباسامو مینداختم اونجا میومدم خونه، بعد دوباره مثلا 3-4 ساعت دیگه میرفتم بالا اونو برمیداشتم میشستم یه جا خوش میکردم که فردا بپوشم. وقتی تلویزیون اون موقع هم شبکه 1 و 2 بود، وقتی که منو اومدن مصاحبه کنن که تیم میخواست بره بحرین و منو دید، اونجا فهمید که من خود فوتبال بازی میکنم دیگه. از اون بعد علاقمند شد، جوری که مثلا به ام زنگ میزد که مرداد جان زیاد تو آفساید با میسی، یا مثلا اینجا خیلی حرکت اینجوری انجام میدی، یعنی که کاملا دیگه مثلا تغذیه رو مثلا ظهر بازی باید اینو بخوری، نمیدونم بعد از بازی بخوری، حالا خیلی علاقمند شد. بعد علو سر بهشون چیزی بگی؟ خیلی برای من زحمت کشیدی و اینکه خیلی بیش از من قصه منو خوردی، یعنی با هر اتفاقی توی زندگی حرفه‌ای من، با باختم با بردم، بیشتر با اون زمانایی که خیلی ناراحت بودم ناراحت شدی بیش از اندازه. امیدوارم که بتونم جبران تمام زحمات رو بکنم. دستتون میبوسم. ماشاءالله. لذت بخش. شما مربی شدی که چی بود اون اصطلاحی که گفته بود؟ مربی نشدی که بدونی؟ بهت گفته بود اون مربی، بهت گفته مربی نشدی. آره مربی نشدی که مثل دقیقاً مثل یه پدری که آره. مربی شدی دونستی. بله. پدر شدی بدونی؟ بله پدر خوب. شدم. یه پسر دارم اسمش آریاست و زیباترین حس دنیاست، یعنی اصلا نمیتونم وصفش کنم. تعریف کن چجوری؟ من روزی که یه چیزی خیلی جالب بود، روزی که آریا میخواست به دنیا بیاد و به دنیا اومد، من تنها سوالی که از دکترش کردم که چپ پا یا راست پا، و خمی خندید و تو اتریش به دنیا اومد و از خیلی براش جالب بود، گفت اصلا نمیشه اینو گفت. گفتم من دوست دارم چپ پا بشه. خب من خودم چپ پا حالا خوبیش اینه که ما تو خانواده‌مون اکثر مثلا بچه برادرم بچه حالم اکثرشون چپ پان و نمیدونم این یه چیز ارثیه که اتفاق افتاده. آره. چه ویژگی داره؟ تو چپ دست هم هستی به طبیعی؟ من چپ دست بودم اولایی که حالا چیز شده بودم، اون موقع انقدر میگفتن که آقا چپ دست خوب نیست، نمیدونم حالا به چه دلیلی میگفتن. 7-8 باری هم خودکار دای دست من اومد که مثلا عادته کم بشه و به راست دست بشم، که راست دست شدم ولی دست خطم اصلا افتضاحه. یعنی بعد الان با چپ هم میتونی بنویسی؟ نه دیگه. ولی چپ پایی؟ ولی چپ پام. بله. و چپ پام معمولاً خودکار بذارن لای انگشتت. نتونستن دیگه. نه واقعا نتونستن. ولی چپ پا این شکله که حالا تو فوتبال خصوصا خیلی کم هستن دیگه و این چیز پست خیلی خیلی که پست تخصصیه و خیلی کم وجود داره. امیدوارم که حالا بیشتر از این اتفاق بیفته که استعدادهای زیادی رو داریم و ان شاءالله شکوفا بشن تو. ان شاءالله. مفتاح جان تو خوانندگی کردی؟ بعدش دیگه دوست نداشتم این اصطلاحو بگن. من اعتقاد دارم که هر آدمی رو برای همون کارش، من دوست دارم همون مهداد میناوند فوتبالیست باشم. خب چی شد که خوندی؟ ولی حالا برای مادرم خوندم و من اولین بار اصلا ادعای خوندن نداشتم. من با خوندن آروم میشم، با صدای خوب آروم میشم و خوندن رو کلا دوست دارم، ولی نیومدم به صورت حرفه‌ای کاری بکنم. دوست داشتم که با اون آهنگ، بعد از اونم یکی دو تا آهنگ دیگه شد که با پژمان جمشیدی و نیما نکیسا برای جام جهانی 2006 برای بچه‌ها، برای مدرقه بچه‌ها خوندیم. یه دونه آهنگ یک نصف و نیمه یکی دو جا خوندم، ولی انقدر دوست ندارم که تو این زمینه فعالیت داشته باشم، چون منافات دارن با هم. یعنی اصلا شما نمیتونی، وقتی که یادم نمیره آخرای فوتبالم بود، پاس اشتباه که میدم بابا ولکن برو هم دنبال همو خوانندگیت بابا چیه تو زمین. این حسه رو دوست ندارم.
دوست دارم که همون فوتبالی باشم. الان اگه ازت خواهش کنیم چیزی برامون بخونی؟ زمزمه کنی؟ آخر چیز فکر میکنم که باش. شاید یه چیزی رو بتونم بخونم. آقای پروین، بله. تعریف کردی ازشون خیلی زیاد. بله من. تو میتونی با صدای ایشون و لحن ایشون، بله. حرف بزنی؟ بله من چند وقت پیش یه اتفاقی افتاد، بدون که بخوام، یه جایی تولد علی آقا بود و من اونجا بودم و یه چیز رو از من ضبط کردن و توی تلویزیون نشون دادن و من وقتی که دیدم، من خیلی احترام زیادی برای آقای پروین قائلم. جدا خیلی هم دوست دارم که دعوتش کنه تو این برنامه. خیلی خواهش کردیم، نشده که بیان. ایشالله که بیان. ایشالله که بیان. من میخواستم بگم که اون برنامه ضبط شد و من جلوی تلویزیون نشسته بودم، دیدم، گفتم که علی آقا، آقای پروین، یه محبت کنید، یه بزرگواری کنید، مردم شما رو دوست دارن، تشریف بیارین خندوانه. به افتخار آقای پروین. خب می‌فرمودیم. بعد اون فیلمو دیدیم. با همون لحنی که بهم میگفتیم مهداد بچه خوبیه، پسر خوبیه، همونجوری اگه پسر خوبی هم بس بیا دیگه علی آقا اینجا. قربونت. خب حالا اگه بخواید بگین چی میگین؟ من اگه بخوام بگم یه خاطره دارم از علی آقا میخوام تعریف کنم. ما با تیم القادسیه کویت بازی داشتیم. استادیوم آزادی. و اینکه آقای محمود خردبین و علی آقا رو نیمکت نشسته بودن و من توی زمین بازی میکردم. روز خیلی خوب من بود. و میلان ماچالا سرمربی تیم القادسیه کویت بود و من نشست، من که بقیه دارن تعریف میکنم، من تو زمین بودم، به آقای خود میگودم عمو مرداده ماچالا چقدر خوب میدوه، ماچالا ماچالا، همین که میگفتم ماچالا ماچالا سری میده گفت سر یس یس پلیز، مثلا با من کار دارین؟ بعد میگه عمو این چی میگه، این چرا اینجا بعد رو نیمکت خودت میشینه، چرا اینجا نشسته؟ آقا این انقدر هی منم خوب بودم، ای میگو ماچالا ماچالا مینا، و این ماچالا دوباره میپرید اینجا. انقدر این تمرکزش به هم خورده بود که ما اون بازی رو 5 تا زدیم به افتخار آقای من البته به دوربینتون میخواستم خواهش کنم علیرضا منصوری هم دعوت کنید، ولی چون هم صندلی ها قرمزه هم این هندوونه قرمزه، من بعید میدونم که بتونه بیاد اینجا. آبیش میکنی؟ نه دیگه، هندوونه قرمز نمیشه آبیش، کاریش نمیشه، واقعا نمیشه کاری. آره خیلی هم دمت گرم. من چند تا اسم میگم، لطفاً حس و حال تو راجع به این اسامی بگو. سهراب بختیاری زاده. بابا دوباره خاطره دارم که بگو. سهراب بختیاری زاده، خاطره زاده میخواستم بگم. سهراب بختیار زاده، من 3 سالی بود، من خیلی دوست دارم به افتخار مردم خوزستان دست بزنید. چون من خوزستانی نیستم. خوزستانی نیستم، ولی 3-4 سال یعنی خونه سهرابینا بودم و سهراب مثل یک برادر میمونه برای من. درست حالا استقلالی، ولی بیرون ما واقعا نزدیکترین دوست منه. و اینه که من اونجا یه مدرسه فوتبالی هم بود، یه فعالیتی داشتم، همینجا هم به خانواده‌اش سلام میدم. و اینکه ما ساعت 2:30 شب بود، نشسته بودیم تو خونه جلوی تلویزیون، سهراب حواس ساندویچ کرد، گفتم خب من از تو کوچیک‌ترم. و این خیلی توی نسل ما این اتفاق میفته، اینه یه کسی که یه روز هم از تو بیشتر زودتر یعنی به دنیا آمده باشه یا زودتر تو فوتبال اومده، واقعا احترام خاصی قائلیم. این مثلا من به داشلی میگم، علی دایی رو، مثلا به افشین خان پیروانی افشین خان میگم. یعنی همینجوری هم که همدیگه رو میبینیم، من نمیتونم اسم کوچیک اینا رو صدا کنم چون از اول عادت کردیم. می گفتم من میرم، جایی باز هست فقط ساعت 2:30 صبح. گفتن آره میدون چارشیر، با برادر سهراب گفتم ما همدیگه بریم اونجا. رفتم و یه تاکسی هم وایسته بودم، رفتم توی ساندویچ فروشیه، 3-4 نفر وایسته بودن، نون باکت رو گفت آقا نمیخواد تو دیگه نای. بعد اون موقع من موجه و مو ابروم ریخته بود، یعنی من اصلا نداشتم هیچ کدوم اینا رو، یعنی یه قیافه متفاوت سر حال اتفاقی که افتاده بود. یه عکس خیلی بزرگ این از من بالا سر خودش چاپ شده بود، عکس جوونیام خیلی بزرگ زده بود. یه نگاه کردم گفتم نون نداریم، گفتم یه سوء استفاده میکنم دیگه، گفتم خیلی مخلصین فدات بشم، من مهراد میناوندم، محبت کنی دیگه نون دوتا برای ما بزن. سهراب هم تو خونه مونده و اینا، یه نگاه کرد به عکسه، یه نگاه کرد به من گفت زک تو مسخره میکنی؟ این چه حرفی میده تو میناوندی؟ آقا کات تمام راننده های تاکسی توی ساندویجی
من بغل عکسه آره لبش میخوره به این خدا شاده 5:30 صبح با 3 تا ساندویچ من دادم میتسم رضایت داده این اتفاق میگم چطوره دیوید بکام یاد روزای خوش میندازه منو چون من جلوش بازی کردم و یکی از بهترین اتفاقات و یکی از بهترین روزای زندگیم یعنی فوتبالی فکر کنم جلو دیوید بکام بود واقعا یه فوتبالیست افسانه‌ای بود یعنی هنوز که هنوزه طرفدار آره واقعا فیروزه کریمی سال بعد مهدی هاشمی نصف خیلی با معرفت خیلی بچه شیرین هر جا که گیر میکنی اصلا هر جا که باشی میتونی روش حساب کنی دوستی که روش میشه حساب خدا حفظش کنی خدا حفظش کنی رضا شاهرودی رقیب و در این حال مهربون و یه خاطرم اجازه بدین من از رضا شاهرودی بگم خب روزی که ما با هم دیگه من اومدم پرسپولیس خب این خیلی ها دامن زدن به این که ما دوتا شب پاییم توی یه پست بازی میکنیم و جوری شد که سرمربی خب دید ما جفتمون هم چپ پاییم خب جفتمون رو رو زمین با هم گذاشت که ما با هم بازی کنیم آقا رضا خب این جو چیزا رو هم گرفت جو روزنامه اونم بود که آقا این دوتا هیچ وقت با هم خوب نیستن دیگه من فکر میکنم شبکه 3 یه برنامه بود دعوت شدم موقع ساعت 1 بعد از ظهر تمرین میکردیم و من از استانکو اجازه گرفتم گفتم اگه اجازه بدین من یه ذره زودتر تمرین تموم شه برم گفت آره اوکی میتونی بری ما 3 تا دوش داشتیم توی رختکنمون فقط یکیش آب میومد اونم خیلی کم یعنی خیلی کم میومد از یکیشون آب خیلی کم میومد و رضا شاهرودی دید من زودتر رفتم من رفتم که آماده بشم لباسامو آماده گذاشته بودم شامپو و اینا رو زدم و خدا شاهد دیدم صدای بشکم میاد ببین همینجوری هی گفتم خدا این صدای بشکن چیه چشامو پاک کردم دیدم شاهرودیه بیرون گفتم بله آقا رضا گفت بیرون به تو یاد ندادن جوون اول دوش جوون باید بره بیرون بزرگتر اول باید دوش بگیره گفتم چشم آقا رضا آقا رضا معمولا دوش که میگیره خود 3 دقیقه همه دوش میگیرن با همون دوش دیگه آقا رضا اون روز کیسه زد نمیدونم تدارکات این پسنگ پا زد همه کار کرد من که اصلا به خونمونم نرسیدم به باز اصلا به سراسیما که نرسیدم به خونمونم دیر رسیدم انشالله که خدا رضا رو سفرش بکنه رضا آواز الان نه من میخونم من اصلا آدم رو درواسی من پس چرا بخونم مدرسه... یک دو سه نه اجازه بدین یه ذره بکنم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم یادم رفقیش باز امشب در اوج آسمانم راضی باشم با ستارگانم نه ادامه داره حالا دیگه بقیه یه دیگه دیگه یه جمله دیگه با ماه و پروین سخنی گویم دیگه باشه دیگه من اجازه بدیم بقیه شو دیگه من آقای جوان خیلی مخلصی بد بود؟ عالی بود خب خدا روش خیلی قشنگ بودی خدا روش چشت هم بسته بودی من آخه دوست من واقعا لبات هم برق میزد اصلا این تصویر عجیبی شده بود بریم بیام یک دو نه من نگم شما بگین یک دو سه یک دو شیش بریم بیایم
خانم ها آقایان، مهرداد مینوند اینجاست در خندوانه و الان میخواد دارتش رو پرت کنه، پرتاب کنه دارت 780 میلیون ریالی. من میخوام اجازه بدین 64 میلیون تومانشو در صورتی که ببری دیگه، در صورتی که ببرم 64 میلیونشو به یه مؤسسه ای که خودتون فکر میکنید که برای حالا برای هر اتفاق خوبی که پیش میاد من حاضرم بدم. چه عالی. بعد و 14 تومنشو برمیدید. اونو دیگه برنامه ریزی میکنم برای شکار باید بکنم، یه مسافرت کیشی یه جایی چکلی، چون مثلا کلن ایران و ایرانگردی رو خیلی دوست دارم، چون ما جاهایی رو داریم که به نظر من هنوز خیلی ها نمیشناسن و حیفه که این پایان ما هم میبینیم که کی بالاترین امتیاز آورده. خب بچه یه ذره انرژی بدیم بهش. من میدم. آقا دو من اجازه دارم آخوش. مهداد صد امتیاز. من اعتقاد دارم، آدم به نیتی که میکنه با خدای خودش شک ندارم که جوابش میگه. من الان پشیمون نشدم، واقعا این کارو میکنم. دمت گرم. خیلی هیجان انگیز بود. چه دیدی چیزایی که میگم؟ ها؟ کارم این بوده. اصلا من از اول از اولش هم اینجا. خیلی عالی بود. پس به یک جایی که گفتی 64 تومنشو من حالا آخرش هم اونم یه حرفی برای آخره، ولی نمیدونم الان اجازه دارم بزنم. حتما خواهش می‌کنم. من برای این مؤسسه یه دفعه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. محک رفتم، یکی از دوستان خارج از ایران بود، وقتی که تو ایران اومد بچه‌ش یه اتفاقی براش افتاد و اونجا بستری بود و من رفتم اونجا. وقتی این بچه‌ها رو دیدم، ان شاءالله که خدا به همه بچه‌ها به همتون سلامتی بده. ان شاءالله به همه سلامتی. یه درختی رو دیدم که درخت آرزوها بود. دیدم. و من اینا رو کنجکاو شدم که بخونم، خیلیشون رو خوندم. یکی دو تا هم اون موقع فکر می‌کنم میتونستم انجام بدم، انجام دادم. من دوست دارم این با اون هدیه که آخر می‌خوام هدیه بدم و مردم مشارکت کنن. امیدوارم این با اون که رو هم دیگه جمع بشه که تمام اون درخت‌ها اولا که نباشن بچه‌هایی که همچین آرزویی بکنن، ولی بتونم همه اون آرزوها رو اون درخته دیگه هیچ آرزویی نباشه. امیدوارم که همچه تفاید. ایشالله. خدا حفظت کنه مرد. پسر. من فدات شم. ماچال. خب علی آقا بیاد. من خیلی دوست دارم. علی آقا اینجا جاش خالیه. آره خود علی کریمی. علی آقای دایی، من فکر کنم این مردم خیلی دوست دارم و این برنامه هم یه پربیننده ترین برنامه است. یه حیفه که واقعا نیان. امیدوارم که این برانکو رو خیلی دوست دارم بیاد. آره انشالله. آره. با رضا چلنگر بیارین، البته مترجم جدیدش خیلی زمانی با رضا خیلی بیشتر مزه. آره. اینو دستشم اینجوری میکرد، اونم اینجوری میکرد، خدا شاهد همه چی رو ترجمه میکرد. مهردا جون، اسامی رو که میگم یک ویژگی خوب و یک ویژگی بد که فکر میکنی اگه اصلاحش بکنن بهتر میشن رو بگو. پژمان جمشیدی. با نمک، با یه گل ملی. چیزی که به ذهنم میرسه. فقط. با یه گل ملی. آخه قبل از که بره برنامه 90، مثلا جایی که میشستیم، مثلا 80 تا بازی ملی میگم من مهردا جان. میگم حالا فکر کنم دو سه تاشو اشتباه بگم. عادل فردوسی پور در آوردید 11 تا بازی ملی. گفتم بقیه این همه دروغ از کجا آوردی؟ پژمان از کجا واقعا؟ ولی پژمان، ما سالهای زیادی کنار هم دیگه بودیم. پژمان واقعا همه چیش حسنه. من واقعا اگه چیزی که به یادم بیاد و بگم میگم، ولی واقعا پژمان همش حسنه. ماشاءالله. یه شب با هم میان اینجا؟ خیلی دوست دارم بیام. آره؟ آره دوست دارم. اون یه چیز بگه من بگم، اون بگه من بگم. من واقعا دوست دارم که این کارو بکنم، چون یه اتفاق این شکلی افتاد و پژمان واقعا نیومد. یعنی اصلا نیومد.
یعنی من انقدر که میگفتم که پژمان حرفی برای گفتن نداشت. پژمان جان وای پژمان پژمان ببین چی میگه. الان جایزه رو هم برده دیگه، اینیم دیگه. دست چپ هم خریده بودن، دست راست هم امشب میخرم خدا بخواد. آقا میگن از سپاهان هم حرف بزنیم، یاد اسپانیا و سپاهان. من سپاهانم تیم بزرگیه، سپاهان من یه سال افتخار اینو داشتم سپاهان بازی بکنم و واقعا سپاهان تیم پرقدرتیه. سالهای اخیر یه جوری سپاهان تراکتورسازی اومدن، فوتبال از دو قطبی بودن در آوردن و این فکر میکنم خیلی به فوتبال میتونه کمک بکنه. ترکان و اصولا تراکتورسازی هم که واقعا ماشاءالله داره. اصولا گربانم آقا بفرمایید که علی کریمی، علی که جادوگر واقعا برازنده شه. علی کریمی غیر از فوتبالش یه دل عجیب غریب دریایی داره، یعنی نمیتونم بگم این بچه چقدر بچه خوشقلبیه و اینه که عصبانی میشه همه رو دریپ میکنه. همین الان یه توپ داره تو ماشینش، عصبانی میشه که همه رو برمی‌داره دریپ میکنه. تواناییش هم داره تو خیابون، تو همه رو دریپ میکنه، تو همه رو. آره آره، دو سه بار از پسرش عصبانی شد همینجوری دریپش میکنه. همینجوریه بابا، خیلی خوبه بابا. من آدم این کارو بکنم، خیلی دارم حرص میخورم. خب خداداد عزیزی، آخه خیابانه چیزی میگفت غزال تیسپا واقعا. بعد خداداد تو عرصه مربیگری اومده، امیدوارم موفق باشه. علی دایی، علی دایی افتخار ایران، افتخار ایران و افتخار واقعا هر جایی توی من. یه روزی توی ویان، توی یکی از خیابونهای خیلی معروف ویان، علی دایی با تیم دانشجو اومده بود اونجا و اینه که خیلی همه چی رو جدی میگیره و اینه که شما هیچ بازی رو نمیخواد ببازه، هیچ بازی رو. شما یه بازی ما با همدیگه میکردیم تو اتاق، شب بازی با هم بودیم و اون تیم که تیم اشباب دبی بود اونجا بازی میکردیم، ما بازی رو اگه مساوی هم میکردیم میافتادیم یه دسته پایین تر. ما شطرنج با هم بازی میکردیم، مثلا یه برده بودمش، من دقیقا تا 7:30 صبح از این چوب کبریتها گذاشته بودم، بعد یه خطای علی چیزم میکردم میگفت نه 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 خطا نه، درست بازی کن که منو ببره. یعنی ما تا 7:30 بیدار موندیم که داشتنی منو ببره که واقعا هم برد دیگه آخرش. بره. خیلی مصممه و داشتنی گفتم توی خیلی جنگجوه و توی تو اون خیابونه که داشتیم میرفتیم یه آقا و خانم خیلی سنشون بالا بود که وایسادن علی دایی رو شناختن و باش عکس بندازن. خب این افتخاره که از این مرزا که عبور میکنه یه آدمایی هستن بین المللی هستن و مال همه مردم هستن. امیدوارم که موفق باشه تو عرصه مونه بگیرش. باید لبخند بزنی؟ میشه نزنم؟ نه نه، میخوام بگم نزنم، دلیل دارم. من دو تا از دندونام باید چیز بشه، چیه، ایمپلنت بشه و تازم چیز شده. اگه بخندم دیگه مردم نمیخندن. اجازه بدین نخندم. بدون دیدن اونا بخند. آره سب دستانی آماده؟ یک دو سه ده نو هشت هفت شیش پنج چهار سه دو یک. زشت‌ترین لبخند دو به قرآن میگم. چشات هم خط میشه میخندی نه؟ دیگه آره دیگه. نه از جدیدن، یعنی قبلا اینجوری نبود، چشام خیلی درشت بود. بعد واقعا خیلی درشت بود، مال خیلی وقت سال پیش نیست، حالا عکسام هست. من به خاطر که چاق شدم و یه تایمی کورتون دوز بالایی رو میخوردم، این پف و این دوره چی چربی جمع که میشه، این اتفاق افتاده. وگرنه من چشام خیلی درشت، خیلی درشت. یه بار رو به اونور این کار بکنم. خیلی درشت. قولم باید بهمون بده که بیرون از اینجا چی کار میکنی؟ آقای شاه حسینی اجازه میدین که اون چیزی که من آوردم، اون هدیه که آوردم و بیارن. آقای شاه حسینی اصلاً آها اینجوری صدا بکنن سریع تر بیارن عزیزم. آره سریع اومد خدا بکن. من حالا شاید خود آقای چیز نباشه، من ایران و آلمان این پیرهن تیم ملی یعنی خیلی برای من عزیزه. شاید خیلی من جزء کار این خود آقای کلیزمن، ایران و آلمان که به ما گل زد و توی دروازه ما رفت، این همون بازیه
و این آخر بازی عوض کردیم. خیلی خیلی وقته که من خیلی اتفاقا رو دوست دارم انجام بدم ولی یه دست صدا نداره و شاید هم مثلا این اتفاق برام پیش نیومده. من این آوردم اینجا که همه رو یه جوری مشارکت بدم برای همون آره برای همون کاری که گفتم. حالا نمیدونم درسته. شما یه فکری در مورد این قضیه بکنید که یه اشتراک بتین هر کسی که بیشتر حال یه قیمتی از اول قیمت پایه بذاریم که هر کسی که خرید اون کار قشنگه رو بکنیم. اون کار چیه نمیدونم، خودتون میدونید. برای من که اصلا قیمت نمیتونم بذارم براش. پیشنهاد چقدره؟ نمیدونم من بکرم چیزی. من نمیدونم اگه بخوام بگم مثلا از 25 میلیون چون شماره من 25 بود دوستانم از 25 میلیون شروع بشه. 25 میلیون من شک ندارم که فروش میره. من پیشنهادم 50 تومن بود. 50 تومن بود از 50 چون من شماره هم 20 از 50 میلیون زب در دو. زب در 25 زب در دو شروع میکنیم. بله. موافقین؟ خیلی خوبه و من دوست دارم که وقتی که این اتفاق افتاد که بعدش هم از شما خواهش کنم. من یه خواهش از شما داشتم. من واسه یعنی یه جوری نمیدونم اصطلاح فارسیشو غافلگیرم بکنم. غافلگیرتون بکنم. شما یه من هر روز 5-6 بار اینو نگاه میکردم. شما یه مطلبی رو در مورد قضاوت گفتین. بله بله. خیلی دوست دارم یه بار دیگه اینو اینجا بگین اگه به من منت بذارین. خواهش میکنم. اینو میشه یه بار دیگه با بله، هم حس و حال بگین. چشم. چون من خیلی مورد قضاوت قرار گرفتم. دوست دارم که حداقل با این برنامه و با این صحبتی که شما دارین میکنید امیدوارم که نکنیم، یعنی اجازه ندیم به خودمون در مورد شاید اگه من جای اون تو اون شرایط بودم شاید هزار برابر از اون بدتر این کاری انجام میدم. امیدوارم که این اتفاق یک کاری دیگه هم داشتم. ببخشید من نمیذارم میذاره پر حرفی میکنم. ما تو یه کشوری داریم زندگی میکنیم که کنارش ترکیه است، نمیدونم حالا اون بر سوریه، این بر عراق. شما میدونید هر روز یا بمب گذاشته میشه یا اتفاقات آنچنانی داره اتفاق میفته اونجا. ما مدیون یه سری آدما هستیم که بچه‌شون رو میذارن، زن و بچه‌شون رو میذارن و میرن حالا با داعش یا با خیلی از که ماها راحت باشیم. و من با تمام قلبم اینو دارم میگم، اصلا اینو نمیگم که یه اتفاقی بیفته. من با تمام قلبم اینو میگم. من دوست دارم با آقای دکتر طاهری صحبت کردم، مدیر عامل تیم پرسپولیس. گفتم از این بچه‌هایی که حالا بچه‌های شهدایی که هستن یا حالا بچه‌هایی که الانم رفتن، حالا پدرشون نیست ولی خودشون هستن، اگه پرسپولیسی باشن من دوست دارم یه تمرین پرسپولیس و همه اینا بیان، شما بیان فیلم برداری کنید، با بچه‌ها عکس بگیرن، با بچه‌ها بازی کنید. من لباسمو دارم و امیدوارم که علی کریمی هم بهش بگم که اونم باشه. علی من این کارم میخوام انجام بدم اگه درجه. اجازه بدین که درجه. اینم یه کاری که میخوام. بعضی وقتا موضوع کم میاریم تو اضافه هم داری. من خیلی من آره عالیه. من آخه بدونم که بیام. من خیلی شبا در موردش فکر کردم چی بیارم. با خیلی از دوستام معمولا اینجوری هم وقتی یه جایی میخوام برم سعی میکنم دست پر برم. دمت گرم. این نشانه شعور و بزرگواری هوش شماست. من اون جمله رو بگم. بله. چون جمله خیلی جمله درجه که منسوب به امام صادق علیه السلام که فرمودند اگر انسانی دیگری را به خاطر گناهی سرزنش کند نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شود. یعنی اصلا اجازه نداریم تو کار هم دیگه دخالت کنیم. یه جمله هم میگه حیرت انگیزه و من اینو انقدر گفتم همه رو حفظم. واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته که به خودمون اجازه ندیم که در مورد کسی حرف بزنیم. حتی دیده رو چیزی که رو میبینیم نباید بگیم. حالا چیزی که ندیدیم که دیگه باید. واقعا همینطوره. خب پس شما این پیرن رو به هم میدین؟ بله. ما این پیرن رو به شماره که بوی کلینزمن رو میدیم. عالی بودین. یعنی عالی بود. این پیرن رو به قیمت پایه 50 میلیون تومان من و یعنی در اصل مهرداد و من 64 تومان هم اون برداریم. 64 تومان هم اون برداریم. خب اینا رو پایه 50 تومان پیشنهاد بالاتر بدید. این پیراهن فروخته میشه از دست خود مهرداد، تحویل گرفته میشه. بله. درسته؟ بله. و اون پول به علاوه اون 64 تومانی که مرتضی جان اینجا بردن و اهدا کردن هنوز نبردم. شاید حالا کسی دیگه بیاد. هنوز حالا نبردم. حالا بله. اینجوری فرض میکنی فکر یکی بزنه شاید دیگه. یکی بیاد دیگه 78 تومنش رو میگم خدا نگاه کرد کارتون قرمز شد. میشه دیگه اتفاق دیگه. آره دیگه یکی میگه 78 تومن رو من میبخشم خدا دیگه. خب اون موقع خدا هم نگاه میکنه میگه آقا این که بیشتر از اینا من گفت. آره دیگه بدیم. آره رو
راست میگه. هفته به هر حال این 50 تا این حالا چه اون ببره چه یعنی اون جایزه رو چه مرتضی ببره چه نبره، به هر حال این الان با قیمت پای 50 بدین، چون پیشنهادهای بالاتر بدین و خود پیراهن رو از دست مرتضی عزیز تحویل میگیرید، اهدا میشه بهتون و میریم برای بچه‌هایی که آرزوهاشون رو، بچه‌هایی که متاسفانه الان دارن مثل جنگجوهای کوچیکی با سرطان میجنگن، به اون درخت آرزوهاشون آویزون کردن، ببینیم چقدر از اون آرزوها رو میشه برآورده کرد، امیدوارم همش رو. بعضیش هم آخه با پول نمیشه کاری کرد، تا اونجایی که میتونیم دیگه، تا کاری که میشه انجام داد و انجام بدیم. بله خیلی ممنونم از فداتون بشم آقای شاه حسینی. اصلم دیدی اصلا تو سریع اصلا نه اومد اینجا بود با عجب گرم مخلص. آقا تقدیم میکنم به شما در ابتدا علیرضا فانی، کتابی داره که مختص برای مهمانهای خندوانه چاپ و آماده کرده به اسم آبی بود. اینها همه بالاخره یه جا آبی شد. آره پرسپولیسی بودیم آقا، قرمز بود همه جا ولی حالا شد آبی دیگه. آبی بود، آبی بود ها، یعنی بود. الان نیست. خب یه قرمز. آره متاسفانه اینا عکس هایی هن که از دریچه ارومیه گرفته شده. خیلی ما پیار سال رفتیم و یه بازی کردیم و شدیم سفیرانی، آقای دایی بود، من بودم، آقای عزیزی بود، سفیر شدیم، سفیرانی شدیم برای دریاچه ارومیه. امیدوارم که مؤثر باشید. بله. چون واقعا این عکس ها اهمیت دارن که در دستان شما باشن و همه ببینن، مسئولین، مردم، هممون، جهان ببینه که چی به سر این دریاچه بسیار عزیز، مهم و گرانقدر اومده که هیچی ازش باقی نمونده. مهداد نگاه کن این بیابونه. دیدم من. آره متاسفم. این تقدیم به تو. ممنونم خیلی باعثشه. مرسی. و البته در کنارش عکسی که هنوز امید رو در ایران نشون میده که جاهایی هست که هنوز زیبان. ممنون شما. مخلصم. برای این که هدیه ی هفتش داد به عنوان حضور در اینجا. من فداتون بشم. مرسی شما. عزیزم. و لوحمون که این برای ما خیلی ارزشمنده. برای منم باعث. خواهش میکنم در کنار تمام افتخاراتت این رو هم قرار بده، هم تنها نباشه هم ما خیلی عزیز برامون. ببینش لبخند بزن به ما میرسه. فداتون بشم. مخلصم. برای فداتون بشم. خیلی مخلص. خیلی مخلص. یا. خیلی مخلص. برای مردم عزیز ایران یه آرزو بکنم. ایشالله که عاقبت به خیر بشه. این بالاترین دعایی که من بکنم. الهی آمین. واقعا هممون. مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. شما خیلی ماهی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. و منم مثل همیشه براتون آرزو میکنم در کنار خانوادتون باشین، سلامت، خوشحال، جیبای پرپول، راضی. مخلصیم. رو به اونجا میگیم شاد باشید با دست راست. یک دو سه. شاد باشید. چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه، میبنه از هوش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه، کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در جهان رو میخندونه خندوانه، میبره از هوش خندت کوش خندوانه، هر جا
میکنم.